برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. مؤسسه فرهنگی خیریه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از مراکز مرتبط با دفتر مرجع عالی قدر آیت الله العظمی سید صادق شیرازی در شهر مقدس کربلا طی روزهای گذشته اقدام به انجام دو فعالیت خیریه کرد. در این چارچوب این مؤسسه چهارمین سری از جهیزیه اهدایی خود به زوجهای جوان شهر مقدس کربلا را توزیع کرد. همچنین مؤسسه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در حال ساخت 8 منزل مسکونی برای خانواده‌های ایتام است که در قالب پروژه بزرگ مجتمع حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در دستور کار این مؤسسه قرار گرفته است. ساخت مجتمع حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در عمل به توصیه های آیت الله العظمی شیرازی مبنی بر حمایت از نیازمندان و ایتام در دستور کار این مؤسسه قرار گرفته است و علاوه بر ساختمان های مسکونی شامل چندین مرکز آموزشی در مقاطع مختلف و چندین مرکز خدماتی، درمانی، بهداشتی و غیره است که ساخت آنها در حال انجام است. شیخ صادق البصری مدیر مؤسسه فرهنگی خیریه اهل بیت علیهم السلام از مراکز مرتبط با مرجعیت در شهر بصره کشور عراق به همراه چند تن دیگر از روحانیون و اعضای این مؤسسه طی سفر به شهر مقدس قم در بیت مرجع عالی قدر آیت الله العظمی سید صادق شیرازی حضور یافت. این هیئت طی این اقدام با آیت الله سید حسین شیرازی فرزند مرجع عالی قدر دیدار کرده و ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های مؤسسه اهل بیت علیهم السلام از توصیه‌های وی بهره مند شد. خبری از افغانستان. بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش ماهانه‌اش به نام بررسی اقتصاد افغانستان گفته که نیمی از جمعیت این کشور در فقر به سر می‌برد. در گزارش آمده که در بازارهای بزرگ افغانستان کمبود کالا وجود ندارد، اما قدرت خرید مردم عادی افغانستان کاهش یافته است. بر اساس این گزارش، صادرات افغانستان از ماه ژانویه تا سپتامبر سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته و هند بزرگترین بازار کالاهای افغانستان پس از پاکستان است. در گزارش همچنان آمده که میزان واردات به افغانستان در سال جاری 27% افزایش یافته است. دفتر مرجع عالی قدر آیت الله العظمی سید صادق شیرازی در شهر مزار شریف کشور افغانستان 29 مرحله از برنامه ذبح گوسفند را به اجرا درآورد. این اقدام به نیت سلامتی و تعجیل در فرج حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف انجام شد و گوشت حاصل از آن به دست ده ها خانواده یتیم و نیازمند شهر مزار شریف رسید. ۵۲ زائر از شهر اصفهان توسط مؤسسه فرهنگی خیریه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از مراکز مرتبط با دفتر مرجع عالی قدر آیت الله العظمی سید صادق شیرازی در شهر مقدس کربلا به عتبات عالیات کشور عراق اعزام شدند. این اقدام با همکاری آستان مقدس حسینی صورت پذیرفت و طی آن 52 زائر اولی که دارای بیماری‌های خاص بودند به عتبات عالیات کشور عراق مشرف شدند. شیخ علی مجاهد مسئول مؤسسه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از کلیه کسانی که در اجرای شدن این طرح همکاری داشتند قدردانی کرد. و خبری از بنگلادش. در پی درگیری بین تظاهرات کنندگان ضد دولتی و پلیس بر سر استعفای شیخ حسینه، نخست وزیر بنگلادش دو تن کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. حزب اصلی مخالفان ملیگرای این کشور در واکنش به درگیری سه روز پیش بین هواداران این حزب و پلیس
که در آن یک نیروی امنیتی کشته و بیش از 100 تن زخمی شدند، خواستار محاصره جاده ها به مدت 3 روز شد. استعفای شیخ حسینه نخست وزیر بنگلادش و برگزاری انتخابات بی‌طرفانه از خواسته های این حزب است. دولت این کشور به رهبری حسینه این درخواست را رد کرده است.